به نام خدا و عصرتان خوش به برنامه مناظره کابل از تلویزیون یک خوش آمدین. موضوع امشب برنامه مناظره کابل مهمترین اولویت رئیس جمهور آینده افغانستان چی خواهد بود؟ دو تا پرسش شاید در ذهن همگی از حاضرین در تالار امروز تا بیننده های ما به وجود بیاید که در این فضایی که افغانستان قرار دارد چطور ما رفتیم یک بار به اولویت رئیس جمهور آینده صحبت میکنیم. پاسخش بسیار واضح و روشن است، ای که انتقال قدرت در افغانستان باید صورت بگیره. پرسش دومی است که آیا رئیس جمهور افغانستان و حکومت 13 سالش با زشتی ها و خوبی هاش روز به پایان خواهد رسید؟ پاسخی هم مثبت است، بله. دلیل اولی است که رئیس جمهور افغانستان خودش درم ظرفیت شخصیش بارها به صبرانه منتظر ازی است که باید انتقال قدرت سیاسی در افغانستان صورت بگیره و رئیس جمهور تازه در افغانستان به کار خود آغاز بکنه. دومی که مردم افغانستان رأی دادن و رأی هم با از دست دادن انگشتان خود وزیر هزارها تهدید و جبر و تهدید و توهین و حتی تغییر در نقاط مختلف افغانستان و در پی ازی هستند که نتیجه رأی خود ببینند و روز نتیجه رأی خود دیده میتونند که رئیس جمهور آینده بیاید. و بحث مهمتر از او و دلیل سومی است که جهان هم با رهبری فعلی و با حکومت فعلی ودا میگه و در پی ازی است تا رهبری جدید در افغانستان به وجود بیاید و آنچه در 13 سال گذشته در این مملکت صورت گرفته یک بار دیگه ادامه پیدا بکنه. در برنامه امشب در کنار مهمانان اساسی ما ده ها تن از اشتراک کننده ها هم حضور دارند که از حضور همه شما سپاسگزاری میکنم. پنلست های ما خانم فوزیه کوفی عضو مجلس نمایندگان افغانستان هستند، آقای آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، آقای سلیمان لایق مشاور اکادمی علوم افغانستان، آقای شریف فائز مؤسس پوانتون آمریکایی افغانستان هستند و مهمان آخری ما آقای جیمز کانینگهام سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل. برای همه مهمانان عزیز ما خوش آمدید میگم و سپاسگزار هستم از اینکه فرصت در اختیار ما گذاشتین. آغازین پرسش ما از آقای سفیر کانینگهام میکنم. یک پوزش پیش از پیش می طلبم برای ازی که ما مهمانای هم به زبانهای ملی افغانستان صحبت میکنن و هم آقای سفیر داریم. ما در جریان برنامه پرسش های از آقای سفیر به خاطر ازی که جلوگیری بکنم از هر نوع سوء تفاهم به انگلیسی میپرسم و سایر مهمانای ما میتونن هم ما به فارسی ازشان میپرسم و هم میتونن به پشتو و دری پاسخ داشته باشد. همزمان با این فرصت ترجمه زنده وجود داره که هم آقای سفیر میتونه از او استفاده بکنه و هم دوستای اشتراک کننده در این برنامه ما. Thank you so much Mr. Ambassador. سپاسگزارم آقای سفیر. میخواهم نخستین پرسش را از شما داشته باشم. توقع ایالات متحده آمریکا به حیث بزرگترین نامی افغانستان نظر دون نامزد و مردم افغانستان برای ختم بنبست فعلی انتخاباتی چیست؟ خب ما نخست از همه تشکر بسیار زیاد از اینکه از ما خواهش کردن که من در این برنامه با شما همچون فرصت دارم که صحبت داشته باشم. ما فکر میکنم نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه مردم افغانستان، همکاران بین المللیشان، همه ایشان میخواهند که نتیجه موفقی از انتخابات براید و از همین پروسه هایی که ما در این قرار داریم بالاخره نتیجه موفق براید. مهم هست که همه ما در حقیقت بالاخره دیده بتوانیم که یک رئیس جمهور جدید و به شکل موفقانه انتقال قدرت به رئیس جمهور جدید صورت بگیرد. یک کشور که متحد هست به طرف یک دولت جدید. ما بحث البته قبل از انتخابات داشتیم با زعامت سیاسی راجع به اهمیت انتخابات که انتخابات کشور را متفق می‌سازد، نه ای که کشور را جدا بسازد. مشکلاتی بوده در انتخابات ایالات متحده آمریکا و همچنان هم کارای بین المللی با سازمان ملل و همچنان هر دو نامزد محترم کار میکند برای ای که کوشش شود که با یک نتیجه موفق تفتیش که نامزدان خواهش کردن برسن. سازمان ملل از او نظارت میکنه و با امید از ای که بالاخره نتیجه از او بدر آید که ما حمایت کرده بتوانیم. یکی از پرسش های اساسی کنونی امین است که در این اواخر دیده میشه که اراده سیاسی لازم برای حل بحران کنونی میان رهبران ما وجود ندارد. توقع شما و توسعه جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا برای رهبران ما چیست؟ من فکر میکنم که آرای متفق از همکاران بین المللی در همین زمینه هست. ما تکرارا در زمینه ابراز نظر کردیم.
باید بالاخره با هم بیایند. با صفت یک کشور باید متفق شوند و همه کشور حامی رئیس جمهور جدید باشد. همچنین یک دولت است که مردم افغانستان از او حمایت خواهد نمود. ما همچنان به صفت همکاران بین‌المللی ایشان با یک دولت نیاز داریم که حمایت قوی داشته باشد، یک زعامت خوب داشته باشد، باشد که ما همراه افغانستان کار خود را ادامه داده بتوانیم. مردم افغانستان به همچنین یک دولت نیز نیاز دارند که بالاخره این کشور را به پیش به جلو ببرد و باشد که بالاخره به راه این کشور پیش برود که در چند سال اخیر البته دستاوردهایی داریم، پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. تشکر. و پرسش دوم از آقای حافظی میپرسم، یکی از بحث‌های اساسی همی است که انتخابات افغانستان در کنار از این که مشکلات زیاد را به وجود آورد در افغانستان، کلانترین مشکلش مشکل اقتصادی افغانستان بود. به اساس مصاحبه دیروز وزیر مالیه افغانستان، 11 میلیارد دلار افغانستان تاوان کرده که اگر محاسبه بکنیم 5 سال آینده افغانستان هم نمیتونه عواید ملیش تکافو بکنه این پول را که ما ضرر کردیم. استاد، چیزی که از یاد رفته صدای مردم افغانستان و خواست مردم افغانستان است و باوری هم که وجود داره ای است که قدرت طلبی در افغانستان باعث ازدی شده که هیچ کس در قصه افغانستان و مردم افغانستان نباشه. دیدگاه شما چیست؟ رشد اقتصادی در هر کشور نیاز به یک بستر سیاسی امنیتی داره، ولی متاسفانه با وصف کمک‌های زیاد نظامی و مالی و سیاسی ایالات متحده امریکا و متحدینش، دولت ما قادر به ایجاد یک فضای مطمئن و مسئول بر رشد سرمایه گذاری در افغانستان موفق نشد. بارها ما به نام نشنل بزنس آجندا یا آجندای تشبسات ما دایر کردیم. در هر بار یک کتاب گپ در او جمع کردیم و در رابطه زنده با سکتور خصوصی، در بخش صنایع، در بخش خدمات، در بخش تجارت، در بخش زراعت، در تمام عرصه ها آوردیم، برای جلاد ما برای جمهور افغانستان هم دادیم. استاد، اگر مشخص اینا برتون میگم شما که عوارض جانبی یا حداقل این انتخابات که ما امروز در یک بنبست سیاسی قرار گرفتیم چی بوده بالا اقتصاد؟ حالا ما برتون میگم که اقتصاد پیش از انتخابات اقتصاد آرتیفیشل یا مصنوعی بود، متکی به کمک های خارجی و متکی به حضور نظامی یو اس آرمی و نیروهای آیساف و ناتو. ما چیزی برای از دست دادن نذاشتیم و نداریم. این مبالغه کرده وزیر مالیه که 11 میلیارد دلار ما ضرر کردیم. کل تارگت یا همون هدفی که برای عواید دولتی خودش تعیین کرده بود 2.2 میلیارد است، در مقایسه با 13 میلیارد دلار که ما بودجه مستقیم داریم از نظامی گرفته تا به ملکی و انکشافی و عادی. بنابراین دلیل من اینه که اسرائیل از کجا کرده بود وزیر مالیه. اما حداقل اما این برتون میگم که استاد ببینه موی خواد بود که جامعه جهانی به دلیل بحران فعلی سیاسی در افغانستان دیگه کمک نمیکنه. من چند چیز برتون میگم. یکی رو برتون میگم، ما تعهد کردیم در کنفرانس توکیو که ما گود گورننس می داشته باشیم، ما انتخابات شفاف می داشته باشیم و در نتیجه انتخابات یک رئیس جمهور مشروع را ما انتخاب میکنیم، ولی در پالی از او کش تریاک نمی داشته باشیم، در پالی از او کرپشن از بین میبریم یا فساد از بین میبریم و مانند از او امنیت تامین میکنیم و بر رشد اقتصادی برنامه های دقیق را به دوران انتقال و دوران تحول ما در نظر داریم، اما هیچ کار نکردیم. به این خاطر کمک ها تا به ابد به شرط و قید نیست. به این خاطر اثری که بالای از این انتخابات گذاشته هم ایست که تاجری که دیروز برای یک سال مال وارد میکرد، حالا میترسه که سبا جنگ داخلی میشه، مالم تلف میشه، برای یک ماه میاره. سرمایه گذاری که دیروز سرمایه گذاری کرده بود، او سرمایهش همینجا هست، جایی نرفته. ولی او کسی که آرزوی سرمایه گذاری داینده داشت، احتمالا سرمایه گذاری میکرد، اونا رفتن از افغانستان و به خاطر از اینکه اونا به یک اطمینان خاطر ضرورت داشتن. اگر سند قرارداد امنیتی بین افغانستان و آمریکا امضا میشد، هزار شرکتی که دنیا را آباد کرده، دبی آباد کرده، چین آباد کرده، اونا میمدن افغانستان. اما اونا یک اطمینان خاطر قوی ضرورت دارن. ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی دنیا با ما اگر متحد می بود، تمام مارکای بزرگ دنیا مانند مرسدس بنز، بی ام وی، کرایسلر، فلیپس و دیگران اینجا میمدن در افغانستان سرمایه‌گذاری میکردن، مثل که دیگر جای آباد کردن افغانستان آباد میشد. سپاسگزار هستم. دوباره استاد، خانم کوفی از شما بپرسم که یکی از نگرانی‌های کلانی است که اگر انتخابات به نتیجه نرسد، دستاوردهای 13 سال گذشته افغانستان برباد میره. به ویژه حقوق اقلیت‌ها، آنچه در راستای
حقوق خانما و بانوان در افغانستان صورت گرفته و نسل جوانی که حداقل یک کشتی یافتین تا نفس بکشن و امروز الحمدلله دههایش اینجا میبینیم که در داخل و بیرون از افغانستان تحصیل کردین، دوباره برگشتین. این نگرانی تا چه حد جدی است و به خاطر رفع نگرانی چقدر حتمی است که باید به زودترین فرصت به نتیجه سیاسی برسیم؟ البته این سوال شما پیوند داره با عنوان برنامه که اولویت های دولت یا حکومت آینده چی است. من فکر میکنم یکی از اولویت های عمده حکومت آینده حفظ آنچه که باعث دستاورد های مثبت تا حال موفقیت دولت بوده، حفظ اونمو دستاورد ها است، در قسمت حقوق زنان، در قسمت آزادی بیان، در قسمت آزادی رسانه ها. اینا از جمله پیشرفت هایی است که در 13 سال گذشته ما به دست آورده و نباید عقب گرد داشته باشم. من فکر میکنم اگر حکومت آینده برنامه های جدی نمی داشته باشه، حداقل آنچه که میتونه بکنه این است که وضعیت موجود حفظ کنه و بهتر بسازه، برای بهتر ساختن وضعیت موجود تلاش کنه. ولی چند چیزی دیگه هم به عنوان اولویت میتونه مطرح باشه. یک، دوباره متحد ساختن افغانستان. طبیعتاً در هر انتخابات مملکت یا یک ملت به پارچه ها و گروه ها تقسیم میشه. طبیعت انتخابات همونطور است که ملت ها را تقسیم میکنه، یا به گرایش های قومی تقسیم میکنه، یا به گرایش های سیاسی تقسیم میکنه، یا هم به گرایش های منطقه‌ای تقسیم میکنه. اولین کاری که یک رئیس جمهور یا یک حکومت آینده میتونه انجام بده این است که امو تعریفی که شده از حکومت وحدت ملی واقعا همه را دور هم بایستی یک کشور واحد جمع کنه و مردم اعتماد کنن که با قدرت رسیدن اینمی آدم مسئولیت و امنیت و منافع ما بایستی یک فرد به خطر نمیفته. دوم کاری که انجام بدن، خب او اردو کاندید تعهد دادن که موافقت نامه امنیتی را با ایالات متحده امریکا امضا میکنن. برای ازیک من فکر میکنم برنامه ریزی بعد از این در قسمت اقتصادی، در قسمت امنیتی، مخصوصا که ما در آستانه خروج نیروهای خارجی هستیم و تا سال 2016 باید اینا تدابیر را بگیرن که دولت افغانستان مطمئن شود که امنیت خوب میشه، امضای موافقت نامه امنیتی است. و امضای موافقت نامه امنیتی را من شخصا خودم باعث یک پدیده امنیتی نمیبینم. من فکر میکنم که موافقت نامه امنیتی یک رابطه مستقیمی با وضعیت اقتصادی، وضعیت روانی و رابطه ما با جهان داره. بنابراین موافقت نامه امنیتی بسیار مهم است. سوم، تشکیل یک تیم متحد. ما امیدوار بسیار به این هستم که کاندیدای محترم تنها به مو اطراف کمپاین خود نبینن. وقتی که تیم را میخواین ایجاد کنن، تیمشان متشکل از افراد متعهد، دلسوز، با برنامه از تمام گروه ها باشن. و اگر قرار باشه که اینا تنها افراد سیاسی که در دوران کمپاین بر از اینا کار کردن، خب چند میلیون نفر در کمپاین سیاسی با این کاندیدا کار کرد؟ شاید بسیار تعدادش کم بود. بنان مردم افغانستان، مردم عادی و با نخبه افغانستان که ممکن در تیمای سیاسی نبودن، اینا باید دوری از این تیم تخصصی و متحد جمع شون و یک تیم افغانستان شمول باشن. سپاسگزار هستم. آقای فائز، از شما بپرسم که یکی از مشکلات اساسی افغانستان ذهنیت تقسیم قدرت است، به این مفهوم که سیاسیون در افغانستان در یک جایگاه خاص قرار میگیرند، باورشان نیست که وقتی که ما برنده هستیم به این مفهوم است که نیمی یک توتنان است، یک قرصنان، و ایره باید کل شما بگیرم و اوتوماتیک به سیاست حذف میپردازند. ما امروز عملا با اینمی مشکل دوچار هستیم. رای حل برمی فرصت فعلی که سیاست حذف پایان پیدا بکنه و یک حکومت فراگیر ملی داشته باشیم به باور شما چیست؟ خب مردم افغانستان من فکر میکنم شباب پی در پی متوجه دو کاندید هستن. رفتارشان، کردارشان، برخوردشان با مسائل انتخابات مورد تحلیل پی در پی قرار میگیره. اینها از همین حالا بعد به اثبات برسانند که میتونن اعتماد مردم افغانستان به دست بیارن. چند مرحله داره. همونطوری که خانم کوفی گفتن، وقتی که اینها کابینه خود معرفی میکنن، اون چهره ها رو مردم افغانستان میبینن، میشناسن. اگه همون چهره هایی باشن که خب ما میشناسیم که دست به فساد زدند و اداره افغانستان به کلی ناتوان ساختند، اگر اونها باشند رئیس جمهور کاری انجام دادن نمیتونند. مرحله بعدی چیست که خود رئیس جمهور از ارگ شروع کنه. منبع فساد در همون جا است.
در اداره امور است، در دفاتر ولایات است. اینها را باید تصفیه کنه. آهسته آهسته، استپ به استپ، مرحله به مرحله، رئیس جمهور جدید باید به ملت افغانستان به اثبات برسانه که شخص صادق است، متعهد است، قدرت برای خود نمیخواه، نمیخواه که ارگ در اونجا قدرت متمرکز باشه. قدرت باید توزیع شود در بین مردم افغانستان. مردم افغانستان حق دارند. هر دو کاندید باید به اثبات برسانند که در تقلب ها خودشان مستقیما دست نداشتند. اگر این به اثبات برسانه که یکی از این کاندیدها آگاه بوده و در تقلب دست داشته، من به شما اطمینان میدم که او هیچگاه نمیتونه که مورد احترام مردم افغانستان قرار بگیره. استاد لایق، از شما بپرسم، در 5 دهه گذشته افغانستان یکی از مشکلات اساسی تقسیم قدرت بوده، چی ایدئولوژی هایی که به وجود آمده، چی اقوام بر سر رسیدن به قدرت با هم دیگر به تنش پرداختین. حال امروز ما در یک فضای قرار داریم که بستر به گونه‌ای به وجود آمده که هیچ کسی را نمیشه نادیده گرفت و ثبات آینده هم وابسته است در نظرگیری می. شاید هم یکی از قضاوت‌های درست در برابر رئیس جمهور کرزایی باشه که رئیس جمهور تانست گروه‌های متفاوت به گونه در کنار هم قرار بده که ثبات افغانستان حفظ شود. در این روزا ما از حکومت وحدت ملی صحبت می‌کنیم. چقدر ایجاد یک حکومت فراگیر ملی در افغانستان که نمایندگی بکنه به مفهوم کلمه از تمام مردم افغانستان حتمی و ضروری است؟ و این نسل جوانی که روبروی ما نشسته، بر اینا سلام و احترام میرسانم و برشان میگم که بی‌غم باشین. میراثی که از ما میگیرین یک قرن دیگه شما را هم احتوا میکنه. شما آمادگی بگیرین و شما تنها به خطوطی که نسل کهنه برتان یا میراث های باقی مگذاره به او اکتفا نکنید. سر این مسئله میایم که وهمی طرح حکومت وحدت ملی مرا به تعجب انداخت. یک مسئله بسیار عمیق و وسیع است. اگر ما که دمی صحبت های امی هر دو تیم انتخاباتی و آدم های که به اصطلاح به حیث مبصرین سیاسی در این مورد صحبت کردن و مداخله کردن، این حرفا را از رای تلویزیون و رادیو شنیدم، برای ما قانع کننده نیست. حکومتی که اتو افاده میشه مثل که دو گروه سیاسی با هم میخواین دولت را تقسیم کنند. این به معنای ایجاد حکومت وحدت ملی نیست. این تضمین کردن نمیتونه منافع تمام گروه های اتنیک و اقوام ساکن در افغانستان است. رای حل چی بوده میتونه استاد؟ من فکر میکنم که امی مسئله را باید یه طور طرح نمیشد. یه طور طرح میشد که ائتلاف بین هر دو جانب طرح میشد و بعدا حکومت ائتلافی که آمده بود با فراخوانی یک ده از آدم های بزرگ در افغانستان که تجربه دارن در این ساحه، سیاستمدارا، علما و دانشمندا، و این فرمول منداختن که ما میخواهیم برای استحکام افغانستان و برای اطمینان فیصله های جدی در عرصه ملی یک دولت وحدت ملی بسازیم. استاد، فرق قضیه در چی است؟ در هر صورتش دو طرف می آمد قدرت تقسیم میکرد در افغانستان. پرسش اساسی ما این است که برای رسیدن برای یک ثبات دوام دارد حداقل در افغانستان، آیا نیاز است ایجاد یک حکومت وحدت ملی یا نه؟ با کلی فکر میکنم این یک طرح بسیار درست است، ولی این موکول ساختن به امی جور آمد یا سازش یا کمپرومایز دو گروه که با هم مبارزه میکنن در این وقت کوتاه و همه اجراعات به اون موکول کردن، اینا درست است. سپاسگزار. مثل امبسادور، I want to come back to you. آقای سفیر، می خواهم دوباره به شما برگردم و این گونه پرسش مطرح کنم که مردم افغانستان مکنون در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند و دلیلش هم بحران انتخاباتی کنونی در کشور است. اگر به زودترین فرصت رئیس جمهور جدید داشته باشیم، چقدر ایالات متحده به حمایت از مردم افغانستان جهت برون رفت از وضعیت کنونی متحد است؟ خب بله، هر دو مشکل اقتصادی و سیاسی به همین وضعیتی که فعلا وجود دارد هست. برای ای که به بحران اقتصادی رسیدگی صورت گیرد،
رهبری، زعامت سیاسی باید راه را پیدا کند که چگونه باید با هم بیایند و یک دولت را ایجاد کند که پالیسی اقتصادی را به پیش ببرد و باشد که حمایت و سرمایه گذاری همکاران بین المللی را کسب کند. کسانی هستند که می خواهند سرمایه گذاری را بکنند. مثلا ایالات متحده آمریکا می خواهد سرمایه گذاری را در افغانستان بکند. من فکر نمی کنم که مفید هست که روی این موارد بحث صورت گیرد که نامی دولت چه باشد، چی ائتلاف میگیم، چی یک حکومت ملی میگیم، تقسیم قدرت میگیم. این از مفکوره از این است که تقسیم صورت گیره، تقسیم شود. هدفی هست که چگونه باید همکاری صورت گیرد، هر نامی که با امیدی، هدفی هست که همکاری چگونه صورت گیرد. در این زمان من فکر میکنم که مردم زیاد، افغانهای زیاد باورمند هستند که یگانه راه و پیشرو همین هست که نفاقی که در انتخابات ایجاد گردید او را التیام بخشید و خود به انتخابات پرداخته شد و بالاخره رئیس جمهور جدید و اداره خود بپردازد و حمایت آن افغان‌ها را نیز داشته باشد که به او رای نداده بودند. هدف باید همی باشه که هر دو نامزد و حامیان ایشان باید راه را پیدا کنند که چگونه باید به ای برسه و ای را همچنین باید درک کرد. بله، کار مشکل هست، می فهمیم. رقابت های مشکل سیاسی بوده، ولی ای که فعلا در جایی که ما قرار داریم، فعلا در جایی که افغانستان قرار دارد، باید فراتر از این رقابت عمل کرد. باید همکاری نمود و تحت یک رئیس جمهور باید همکاری نمود. یک رئیس جمهور بالاخره از نتیجه این پروسه باید موفق معرفی شود. باز میشه که باز بالاخره ما باز باشیم و با مشکلات اقتصادی پرداخته شود، روابط امنیتی خود را تقویت بخشیم با افغانستان همانطور که دوستا گفتن و راه را برای خود پیدا کرد که چگونه با پیشرفت. اگر این چیز نشود، اینجاست که مثلا صحبت از تهدیدها و مشکلات، اگر راه پیدا نشد که همچی یک همکاری ایجاد شود، هران کاری که ما کوشش داریم که انجام بدیم با افغانستان بسیار بسیار مشکل خواهد بود که انجام داد. Mr. Ambassador, I don't want to worry. آقای سفیر، هرچند نمیخواهم با پیام شما هشداری به مردم افغانستان داشته باشم و اما در مورد بدترین وضعیت قابل پیش بینی میخواهم بپرسم. نکات قرمزی که به یک بارگی شما را وادارد تا افغانستان را فوری رها کنید چیست؟ امضا نشدن فوری موافقتنامه امنیتی و یا به نتیجه نرسیدن انتخابات افغانستان؟ من نمیخواهم راجع به خطوط سرخ صحبت بکنم. ما یک پیشینه ازی داریم که با افغانستان کار کردیم. اشتباهات همچنین صورت گرفته است در خلال سالها، ولی بالاخره راه را پیدا کردیم که چگونه باید به پیش رفت. ما ای را واضح ساختیم که برای ای که ما همکاری های امنیتی خود را با افغانستان تامین کرد، نیاز است که باید موافقتنامه امنیتی امضا شود. این موضوع واضح بوده است، مدت است که این موضوع واضح است. خط سرخ نیست، ولی از واقعیت سیاسی ما بیانگر بودیم. ما می خواهیم که رابطه همکارانه ای که با افغانستان ایجاد کردیم در همین چند سال ادامه بدیم. ما می خواهیم یک رئیس جمهور جدید و دولت جدید را ببینیم. همانطور که گفتم که همه ما بالاخره با هم کار کرده بتوانیم، مردم افغانستان می خواهد ببینند. من متوقن هستم که اکثریت زیاد افغان ها می خواهند که همین رقابت های سیاسی بالاخره به عقب بمانه، مشکل حل شود و بالاخره با نوعی از همکاری بین المللی که بالاخره در اختیار افغانستان هست و او باید پیش رفت. این یک فرصت بی‌مانند برای کشور شما هست. من باور دارم که مردم افغانستان و رهبرای شما بالاخره از این فرصت استفاده خواهند نمود. سپاسگزار. آقای فائز، میخواهیم از شما بپرسم که یک ذهنیت وجود دارد که گویا افغانستان در گرو 300 تا 400 شخص است در این مملکت. هیچ کسی هم در آخر روز برش علاقه ندارد که این میکانیزم های لازم هم برش ایجاد نشده که کنترل شوند و صدای ملت هم شنیده نمیشه. آخرین موردش لوی جرگه افغانستان بود، با وجود که موافقت کردن بر امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن، اما رئیس جمهور افغانستان نه گفت. مشکل امروزی هم امی است که طرف ها میخواهند به قدرت برسند و سهم بیشتر داشته باشند و ای که چه به مردم افغانستان واقع میشه هیچ کسی هم. چگونه میشه یک راه حل پیدا کرد در این تو یک فضا؟ میکانیزما برای فشار چی است؟ خب من قبلا گفتم که موفقیت یک رئیس جمهور، مؤثریت اداریش، محبوبیتش در بین مردم، استقرار امنیت و صلح
کلش مربوط به همیست که چی نوع اداره ای را میخواه تشکیل بده. آیا اداره است که از جنای خودش تشکیل میشه؟ از دوستانش تشکیل میشه؟ از قدرتمندها تشکیل میشه؟ یا از افراد صادق، متعهد، مسلکی؟ من به یاد دارم که در کابینه اول رئیس جمهور آقای کرزی بودم. ما چند نفر مستقل بودیم. آقای کرزی با آسانی میتونست که این مهره ها رو تعویض کنه، چون ما پشتیبانی نداشتیم، یعنی بیسی نداشتیم، اما توان ازیر نداشت که تعدادی که قدرتمند بودن، ثروتمند بودن، اونها رو نمیتونست. این سنت باید از بین بره. رئیس جمهور جدید باید راجع به منافع ملی افغانستان فکر کنه، مؤثریت اداره خود فکر کنه، امنیت افغانستان فکر کنه. ببینیم ما در بخش امنیت که من میبینم صدای ملت همراه حکومت نیست. اطفال کشته میشه، زنها کشته میشه در این کشور. یک روزی ما نتونستیم یک مظاهرات منسجم برا بیاندازیم که تاکه ای کشتار اطفال. ملت همراه باید باشه با وزارت دفاع، با پلیس و اردوی ملی افغانستان. هر زمانی ما میبینیم جنایت های بسیار بزرگی در این کشور رخ میده، باید قیام کنیم، باید بخیزیم، از مردم خود دفاع کنیم، تقبی کنیم پاکستان و کشورهای دیگری که در کشور ما کشتار برا میاندازن، از عرب هایی که تمویل میکنن افراطیونه. من امیدوار هستم که این بار حکومت به ملت اجازه بده به بله شما هم قیام کنین. وقت ازی رسیده که ملت و حکومت همکار باشن، همصدا باشن با این چالش های بزرگی که افغانستان داره. سپاسگزار هستیم. پس از لحظات کوتاه دوباره برمیگردیم، همچنان با ما بمانید. بازم خوش آمدین. برنامه مناظره کابل است و موضوع امشب برنامه مناظره کابل اولویت، مهمترین اولویت رئیس جمهور آینده افغانستان. استاد حافظی، بر شما برمیگردم و میخوایم از شما بپرسم که پرسشی که بیشتر مطرح شد، مشکل اساسی در اینجا است که میکانیزم های لازم برای ازی که فشار وارد بکنیم تا مشکلات اساسی در افغانستان حل شده وجود نداره، صدای مردم هم شنیده نمیشه. مهمتر از اویی است که جامعه مدنی، رسانه‌های افغانستان، حوزه سکتور خصوصی افغانستان و روحانیون افغانستان هم با بی‌تفاوتی تمام نسبت به قضایا میبینند، در حالی که اگر آمارهای وزیر مالی افغانستان نادرست باشه، حداقل امی قیمت کچالو که 360 روپه شده کلگی میفهمد مشکل اقتصادی جدی است. چگونه میشه از این وضعیت فعلی برون چایم راه حل چی بوده میتونن؟ خوشبختانه در طی 13 سال گذشته زیر ساخته های ما در یک حد پایین تر از متوسط ساخته شده. ما قبلا هیچ چیز نداشتیم. ما اداره دولتی نداشتیم، یک اداره دولتی داریم گرچه پر از فساد و کرپشن است، اما داریم، یک اداره وجود داره، دفتر است، وزارتخانه معلوم است، کل چیز است. خوشبختانه سکتور خصوصی افغانستان در طی 13 سال گذشته نقدینه را که داشت 100 برابر شده. یعنی یک آدمی که قبل از همین مرحله 11 بعد از 11 سپتامبر $1,000,000 نداشت یک شرکت، حالا $100,000,000 داره. یک رونق اقتصادی اما مصنوعی آمد در افغانستان و اگر ما بخواهیم کارهای بزرگ بکنیم، ولی پول داریم، پول داریم. در 51 کشور دنیا جامعه سکتور خصوصی افغانستان صنایع دارن، خدمات دارن، تجارت دارن. هر وقت جو فشار زیاد شد سرشان میرن در کینیا تجارت میکنن. مثلا یک تاجر افغان هم میشناسم که از کینیا چای میره در جبل علی پروسس میکنه، به روسیه میفروشه، به سوریه میفروشه، به عراق میفروشه، به مصر میفروشه. اما استاد باید به گونه باشه که سکتور خصوصی افغانستان کاری کنه که مؤثریتش بر مردم افغانستان. قدم قدم مطلب اول سکتور خصوصی چی کنه؟ ما به خاطر تماس، مادرم به خاطر تماس با ما میخواست بیایه امروی ما گپ بزنه. در تمام افغانستان یک تلفن پیدا نشد که مادرم با ما تماس تلفنی بگیره. امروز به برکت نظام اقتصاد بازار و سکتور خصوصی 22 میلیون تلفن دارین شما. با مخاطر رو در خارج آمد، همراه من
5 دقیقه گپ زد، 500 دلار خرج شد تا در کشور خارجی بیام برای من تلفنی گپ بزنم، من خارج بودم. این همین میدیایی که شما دارین، این همین شما تلویزیون شما از یک از اعضای اتاق است. در گذشته یک تلویزیون دولتی داشتیم 400 نشرات داشت. در 400 نشرات خود تمام روز زمین رهبرای سیاسی را نشان میداد. صدای حق طلبانه را کس گپ بیان کردن میتونست. اما امروز 70 تا تلویزیون وجود داره، بیش از 100 تا رادیو اف ام وجود داره، بیش از 300 400 تا روزنامه و ماهنامه و مجله و فصلنامه و گاهنامه وجود داره. به خاطر حفظ از اینا رو براتون میگم. نه، شما میگین که خاموش است، کس خاموش نیست. ما از امروزی که این دولت وجود داره تا به امروز ما منتقد دولت بودیم، اما انتقاد ما به خاطر بهبود بوده، انتقاد ما بر تخریب نبوده، چون ما خودمون جزء این نظام هستیم و به خاطر ترویج نظام اقتصاد بازار ما کل ما کار کردیم. حالا براتون میگم که افغانستان پر از ظرفیت و پتانسیل است. ما 30,000 مگاوات برق استفاده نشده داریم، کمتر از 1% استفاده کردیم. ما برای تریلیون ها دلار مواد خام داریم برای پروسس، اما نکردیم. ما دولت آینده افغانستان پیش از همه باید یک برنامه رشد اقتصادی داشته باشه. یک پیسه هدر شد به خاطر چی شد؟ چرا پلان مارشال ناکام نماند؟ چرا آلمان بعد از پلان مارشال اقتصاد اول اروپا شد؟ به خاطر اینکه پروفسور لودویگ ارتهارت بود. او برنامه داشت، پیسی آمریکایی را گرفت، به مو ضرورت‌های اولی ملی خود مصرف کرد، آلمان اقتصاد اول اروپا شد. یا چین چرا تانست که این کارو بکنه؟ در اینجا دولت ما متاسفانه تا حال که بود به نظر من دولت ایمرجنسی بود. اما این دولت آینده، توقعات ما از دولت آینده زیادتر است. اینا حداقل یک برنامه اقتصادی داشتن. اما این برنامه باید غنی‌تر شوه، خوب‌تر شوه. سکتور خصوصی همراه سکتور دولتی پابلیک پرایوت پارتنرشپ یا همکاری سکتور عام با سکتور خصوصی در تاریخ افغانستان سبب نجات شد. امیر عبدالمجید خان زابلی در امی اثر همکاری فابریکه نساجی گلبار ساخت، فابریکه سمنت ساخت، فابریکای دیگر ساخت و افغانستان به سوی صنعتی شدن رفت. خانم کوفی، یک نگرانی عمیق میان مردم افغانستان همی است که آیا واقعا جامعه جهانی تحمل برای لجبازی های سیاسی افغانستان داره یا نه؟ یک بارم میگیم که ما موافقت نامه امنیتی امضا نمی کنیم، فردا تعهد می کنیم در شیکاگو که قرار است ما انتخابات داشته باشیم و انتقال مسالمت آمیز قدرت، 3 ماه دیگه در پی نتایج میریم و 4 ماه هم تقلب زدایی و 6 ماه دیگه هم تا روز تعلیف رئیس جمهور. شما نگران هستین و چی باید ها صورت بگیره تا حداقل پرستیج افغانستان در جهان یک بار دیگه ترمیم شود؟ خب فراموش نکنیم که اولین بار است یک آدم به خواست مردم از ارگ ریاست جمهوری بیرون میشه. این سابقه نداره در افغانستان. شاید هم یک بارم در سال 2001 اتفاق افتاد، اما آل به خواست مردم بیرون میشه و کس دیگه به خواست مردم وارد میشه. بران طبیعتاً که مقاومت های در او ارگ و او کسی که بیرون میخواهش و بخواست مردم وجود میداشته باشه و مخصوصاً نگرانی از امو حذف شدن که شما با او اشاره کردین که هر رهبر سیاسی آمده به فکر حذف شدن فیزیکی یا هم سیاسی دیگرها شده، مقاومت ها و پیچیده ساختن وضعیت وجود میداشته باشه. من فکر میکنم بخش از این قضیه که انتخابات افغانستان اختطاف شد برمیگرده به نمو مقاومت هایی که یک تعداد نمیخواین انتخابات افغانستان موفق باشه. خب شاید یک تعداد کشورها هم در ناامنی دست داشته باشند، کشورهای همسایه و دور و نزدیک، ولی عمدترین مسئله همیست که کسانی که رهبری قدرت سیاسی افغانستان دارن چقدر متحد هستند و صادقانه متحد هستند به اینکه وضعیت افغانستان بهتر شود و یک انتقال سیاسی موفقانه سپری شود، چون اولین بار است ما این را تجربه میکنیم. به این اساس من فکر میکنم که اینا فضا را میخواین کسایی هستن مختل کنن و آرزو دارن که در تداوم قدرتشان حفظ شود. منتها آنچه که مهم است برای هر دو کاندید این است که اول چارچوب سیاسی یا موافقتنامه سیاسی که اینا یا چارچوب سیاسی که اینا در 12 جولای به او توافق کردن که بر مبنای از او قدرت سیاسی به شکل مساویانه و عادلانه بین هر دو کاندید برتر یا کاندید دور دوم ریاست جمهوری تقسیم میشه، اصلاحات جدی در نظام انتخاباتی به وجود میاد. چون فراموش نکنیم ما وقت از انتخابات صحبت میکنیم، تنها هدف ما از انتخابات امروز نیست، ما سال آینده انتخابات پارلمانی خواهد داشتیم. ما یک اساس خوب نظام انتخاباتی را باید بگذاریم. بنان هر دو کاندید متحد باید به توافقنامه یا مو اعلامیه مشترک که اینا بعداً دادن در 8 آگوست، توافقنامه 12 جولای متحد باشن و بر مبنای از او حکومتی را تشکیل بدن تا حکومت بتونه نگرانیای را که شما
گفتین ایره بیرون کنه. طبیعتا وقتی دو کاندید با هم توافق نمی داشته باشن، ما عضو کمیسیون تشکیل حکومت وحدت ملی بودم، متاسفانه ذهنیت در اونجا از طرف هر دو تیم قسمی بود که گویا یک گروه رئیس جمهور است و یک کس دیگه آمده قدرت ازش میخواد، در حالی که ما به یک بحران سیاسی رسیدیم. در نتیجه یک بحران سیاسی یک مداخله صورت گرفت، مداخله مثبت به خواست خود کاندیدا. در نتیجه از این مداخله یک توافقنامه به وجود آمد و هر دو کاندید متحد هستند که توافقنامه را احترام بگذارن، که بر مبنای از توافقنامه تصور به این است که قدرت به شکل عادلانه تقسیم می شود و حذف شدن سیاسی که شما اشاره کردین در سوالتان از او جلوگیری میکنه. بران فراموش نکنیم که در این میان دو کاندید حلقات سومی هم هستند که ممکن به خاطر تداوم قدرتشان حتی دسیسه سازی کنند، حتی برنامه های را روی دست. استاد، چند دهه گذشته افغانستان سیاست حذف باعث تنش های جدی شده و اگر نگاه عمیق به تاریخ افغانستان داشته باشیم، هر 50 تا 60 سال یک بار ما همه چیز از بین بردیم و باز 50 سال دیگه گرفته تا حداقل نسبی چیزهایی در این مملکت ایجاد شود. باور عمومی همی است که 13 سال پروسه 13 ساله در افغانستان با وجود چالش ها و کاستی هایش یک پروسه درست بوده. امروز به خاطر یک بار دیگر رسیدن به ثبات در افغانستان، فساد زدایی و یک حکومت مشروع داشتن، مشوره شما چی بوده؟ میتونه به عنوان کسی که حداقل 6 تا 7 نظام پیش روی شما گذشت. یکی مسائل برخوردهای پرنسیپی است به قضیه انتخابات، یکی مسئله سازش است. از لحاظ پرنسیپ وقت که انتخابات صورت میگره، برنده هم داره، بازنده هم داره و اکثریت اکثریت است. در غرب همی کلمه که بایی ما زبانه غربی مسلط نیستم، مجاریتی و میناریتی هر جایی که باشه همه طور است. و ما برای یک مسئله، دو مسئله سازش است. ما به یه عقیده هستم که باید امی دو جناهی که در دو طرف قرار گرفتن و متاسفانه بعضا حوادثی به میان آمد که مرا بسیار ببخشین اگه حرف بی ادبانه میگم، شرم آور است برای ملت ما. میگن که میلیون ها نفر به صندوق های رأی رفت، ای چرا به این میلیون ها آدم وقتی گذاشته نمیشه؟ چرا فرصت های زی مساعد نشه که خیانت صورت بگیره، یا در دزدیدن رأی، یا در اتهام به تو چیز اگر واقعیت نداشته باشه؟ هر دو احتمال وجود داره. من کدام علاقمندی شخصی به این دو جناح ندارم، خیر هر دویش هم میخوایم و مربوط به این کشور و سعادتش خودم میدانم. امیدوار هستم سوی تعبیر نده بیرون شه و نده اینجا از این. من به یه عقیده هستم که دموکراسی را باید نهادی نساخت، بر اصول دموکراسی باید پایبندی جدی نشان داد. و ما راست براتون بگویم، این قضیه مثل که خانم کوفی گفتن تنها جهات ملی هم نداره، جهات منطقوی داره، جهات بین المللی داره. حتی در سیاست های دوستای ما که وقتی که بنیاد میکردن این نظام، عوامل وجود داره که موجب اینمی عواقب است. شما آله برین ببینید در دو طرف، اما آدمایی که خر سیاه نداشت، آله میلیارد صحبت میکنه، بفرمایید یک در سراحت با ادبیات دیاتی صحبت کنه. استاد اجازه مرام یک دو جمله دیگه. شما سر زمین آدمایی که با امانت ملت متحد نموندن، از یا چی توقع داره؟ من براتون میگم که اکثریت رزیاره، حتی امی چیز عبدالله عبدالله را که روشن فکر است، یک آدم سالم است، امی دکتر سیب اشرف غنی یک آدم سالم است، زیر فشار اینمی آدم ها رای خود را گم کردن. کی خب ما بودیم که برای پول مصرف کردیم، ما بودیم که پشت قوم خود استاد کردیم، ما بودیم که به خاطر چلنج دادم که اگه تو نشده تو میکنی. استاد، آخرین پرسش از شما، مسئول بدبختی در افغانستان یک چهره های زیاده هستند. شما به عنوان یک کسی که در قضاهای گذشته افغانستان دقیق بودین، فرنگ مافیت چقدر خطرناک میدانین داینده؟ من یک چیز براتون بگویم، یک تشویش پیش دوستای ما، یعنی جامعه جهانی و همچنین دوستای امریکایی ما وجود داره که نشه که این نشاره. من براتون میگم مردم در پشت این آدمایی که
هیرو شدن در تصادفات تاریخ و در بازی های تاریخ استاد نمیشن. ما امیال امی برادرها جوانای هزاره رو میبینم بعدی علاقه مند هستن به پشتون ها، اما قدر کمیال هزاره به ما مراجعه میکنه. راست براتان بگویم قبیله خودم نمیکنه. هوزبیکای نازنی، تاجیکایی که فرهنگی بسیار غنی دارن اینجا مسائل ایجاد میکنن. دو زبان حتی می جنگانن، پشتون است یا فارسی زبان. بود آقای قیس رضوانی، گفتین که یک پرسش دارن از سفیر کننگ هم مهربانی کنین. نام من محمد قیس رضوانی هست. من یک سوال از جناب سفیر دارم. آقای جیمز، سوال من این است، بعد از سال 2014 از بعد ملکی و نظامی چی حضور ایالات متحده آمریکا خواهد داشت؟ ما باز هم ارتباط به این میگیرد که بالاخره موافقت نامه دو جانبه بین آمریکا و افغانستان امضا شود. ما به شکل متداوم حضور نظامی خواهیم داشت که ما به آموزش های لازمه به قوای امنیتی افغانستان به شکل متداوم خواهیم داد و با قوای امنیتی افغانستان کار خواهیم نمود که چگونه علیه مسائل تروریسم مبارزه صورت گیرد. و همچنان ما به شکل متداوم یکی از بزرگترین هم برنامه های انکشافی ایالات متحده آمریکا را در افغانستان خواهیم داشت که در سطح جهان بزرگترین برنامه خواهد بود. و همچنان ما یک سفارت بزرگ شما میبینید، همانطور که شما داخل سفارت اگر آمده باشد ببینید آینده روابط ما به همین شکل هست. تعمیرهایی را که شما میبینید ما میسازیم، آمریکایی هایی که اینجا خواهند آمد و برای اساس همکاری ما برای مدت دراز در اینجا خواهند ماند، همه این موارد ممکن خواهد شد بعد از موافقه سیاسی بین نامزدان که امرا با اینا صحبت هایی داریم و بعد از اینکه بالاخره به یک موافقه برسن فراتر از رقابت های سیاسی به طرف همکاری بروند در داخل افغانستان و همچنان بالاخره به سطح بین المللی همکاری با همکاران بین المللی ایشان. من سپاسگزار هستم. به دلیل کمبود وقت نمیتونیم ادامه بدیم. سپاس ویژه از مهمانان عزیز ما، خانم کوفی، استاد آذرخش حافظی، لایق صاحب، تشکر از شما، استاد فائز از شما و سفیر کننگ. تشکر آقای سفیر برای اینکه با ما بودید و تشکر ویژه از شما عزیزایی که تاییدم با ما بودین و سپاس ویژه از تمام بیننده های عزیز. به امید یک افغانستان متفاوت تر و برون شدن از بنبست فعلی امروزی در افغانستان، بنبستی که قربانی اصلیش مردم افغانستان است. الان نگهدار و زنده باد افغانستان. تعداد آرایی که تا اکنون برای پرسش این هفته مناظره کابل به دسترس ما قرار گرفته، مهمترین اولویت کاری رئیس جمهور آینده چی خواهد بود؟ برای گزینه A، حفظ ثبات و تأمین امنیت، 2643 رای که 48% می شود. برای گزینه B، تقویت حکومت و نهادهای دموکراتیک، 423 رای که 8% می شود. برای گزینه C، توسعه اقتصادی افغانستان، 609 رای که 11% می شود. برای گزینه دی، مبارزه با فساد، 727 رای که 13% می شود. و برای گزینه ای، تعمیق روابط افغانستان با جامعه جهانی، 1050 رای که 19% می شود.